خوش اومدین به برنامه امروز. ایران امروز اعلام کرد که غنی‌سازی 60 درصدی خودش رو آغاز میکنه. در آستانه مذاکرات برجام هم هستیم که خیلی ها فکر میکردن بالاخره بتونه این گره کور رو باز بکنه. فکر میکنین که این روند مذاکرات به چه سمتی پیش بره؟ خانم عزیزی، به نظر من اول بار باید از اینجا حرکت کرد که آیا اصولا جمهوری اسلامی توانایی غنی‌سازی 60 درصدی رو داره یا نداره، صرف نظر از اینکه چون خیلی از در واقع کارشناسا تا حالا پیش بینی کردن که ایران از یک چنین چیزی فاصله نسبتا زیادی داره. ما گمان رو بر این بگذاریم که ایران همچه امکانی رو داره و دست به این کار میزنه. یه چنین چیزی، استفاده از اهرم فشار تو این شرایط، به باور من به هیچ وجه به رسیدن آمریکا و ایران به توافق هسته‌ای و به یک توافق مجدد کمک نمی‌کنه، بلکه می‌تونه حتی کار رو هم دشوارتر بکنه، هزینه تحمل ایران رو در منطقه بالا ببره و فشار منطقه رو بر آمریکا افزایش بده. به باور من اگر بخوام خیلی ساده گفته باشم، وقتی شما میاد نگاه میکنید به اوضاع سیاسی ایران در منطقه و جهان، میبینید که ایران دشمنان خیلی خیلی زیادی داره، دشمنان کوچک و دشمنان بزرگ، ولی بزرگترین دشمن ایران به باور من خودش و سیاست خارجیشه. یعنی با این سیاستی که دنبال میکنه، نه تنها کمک همجوری که گفتم به توافق هسته‌ای نمیکنه، بلکه حتی ممکنه باعث بشه که این مذاکرات پیش از اینکه به فرجام برسه به شکست بیانجامه. آقای فاروقی، امروز سفر آقای لاوروف به تهران رو هم داشتیم. ایران در صدد جلب حمایت بود و گویا حمایت رو هم جلب کرده. فکر میکنین که حمایت روسیه از ایران تو مذاکرات آینده بتونه روند رو تغییر بده به نفع ایران؟ ببینید، به باور من خب طبیعه که روسیه وزن نسبتاً خیلی قوی و مناسبی رو داره در مذاکرات هسته‌ای. در سال 2015 هم مشاهدهش بودیم، چین هم همینطور، کشورهای اروپایی هم همینطور. اما اگر بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم، آن چیزی که در دوران ترامپ ما یاد گرفتیم این بود که توافق هسته‌ای با ایران دو تا بازیگر اصلی بیشتر نداره، یعنی کشورهای دیگه میتونن نقش تسریع کننده یا کند کننده رو ایفا بکنن، ولی دو بازیگر اصلی خود ایران هست و ایالات متحده آمریکا. یعنی اگر اراده سیاسی این دو کشور نباشه و اینا حاضر نباشن به توافق در واقع برسن، کشورهای دیگه نمیتونن این نقش رو بازی بکنن و مثلا تأثیری رو بگذارن که مثلا آمریکا رو وادار بکنن به این توافق، یا کشورهای اروپایی بخوان همچین نقش رو بازی کنن. این دوتا بازیگر اصلی حرف اصلی رو میزنن و به باور من سیاستی که ایران داره دنبال میکنه، برخلاف اون چیزی که هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان گفته یا آقای لودریان وزیر امور خارجه فرانسه تاکید کرده که ایران باید به تعهدات برجامی خودش برگرده و از این طریق راه رو در واقع هموار بکنه برای کسب توافق هسته‌ای، ایران داره دقیقا خلاف این جهت رو در پیش گرفته و میتونه همجوری که گفتم به خودش و به منافع مردم ایران آسیب بزنه. ممنونم از شما، جمشید فاروقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کل.